سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستید و مطمئن هستم بسیاری از شما عزیزان علاوه بر اوضاع ایران، اوضاع اوکراین رو نیز زیر نظر گرفتید. روزها وارد اوکراین شدند، منطقه جنوب شرقی اوکراین رو اشغال کردند، یکی از منابع مهم اقتصادی، منطقه ای که بیشتر در قرن 19 هم تحت تصرف امپراتوری روسیه بود. بیشتر نیز بر سر این منطقه و مناطق دیگر درگیری هایی بود که توافقنامه 2014 بین روسیه و دولت اوکراین و نیز نمایندگانی از اروپا آتش بس اعلام شد. چرا این توافقنامه پایدار نماند؟ روزها چه میگویند، چه میخواهند و واکنش آمریکا؟ پرزیدنت بایدن واکنش بلافاصله ای نداشت. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن که او را خوابالود، رئیس جمهوری خوابالود نیز توصیف کردند، حدود 24 ساعت بعد واکنش نشان داده است. گفته می شود آمریکا در ضعیفترین موقعیت خود در ارتباط با روسیه یا شوروی پیشین نیز چنین نبوده است. گفتگوهای بسیار در جریان است و آینده نامعلوم در برابر مردم اوکراین، هرچند که مسکو خواستار انجام مذاکرات نیز شده است. برای ایرانیان از این بابت که روسها حامی حکومت فقیه نیز هستند، نگران ادامه اوضاع در اوکراین، آنها که نگران ایران و آینده ایران هستند، ایرانی که یکی دیگر از جوانانش توسط گزمه‌های حکومت بازداشت شد، حسین رونقی. گفتگو می‌کنیم با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آن سوتر در اسکاتلند آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین‌الملل. پیش از آغاز گفتگوهای خود، گوشه ای از آنچه که حسین رونقی گفته است و مادر ارجمند او میشنویم، ادامه خواهیم. من یادمه که مامان موقعی که من بازداشت بودم چندین بار بهش گفته بودن که در مورد اینکه پسرت زودتر از زندان بیاد بیرون عفو بنویس، و مامانم جزو کسایی بود که به شدت پافشاری کرده بود و حتی موقع گفته بود که اگر عفو بنویسی، یعنی به من گفت، نه گفتن عفو بنویس، من گفتم من شیرم حلال نمی کنم، ولی من پسرم می شناسم، اون شیر من خورده، هیچ وقت عفو نمی نویسه، قبول نمی کنه، من حسینی می شناسم، اون پسر منه، شیر من خورده. خلاصه در مورد این که چرا از ایران نمیرید، یا حالا موقع دادستانی بهش به مامان گفته بودن که پسرت ممکن از ایران فرار کنه، و مامان جواب داده بود که گفتم نه، اون کسی چه فرار میکنه از ایران بره شما هستین، پسر من کار نچرده چه فرار کنه بره، دزدی چرده، غارت چرده، اختلاس چرده، آدم کشته، ولی اون کسی چه بره باید شما هستین. برگشت به من گفت آقای خدا بخش، گفت نه اونا چه دزدی کردن عرضه دارن، دزدی کردن. گفتم آقای خدا بخش هیچ وقت این حرف تو یادم نمیره، به همه جا میگم به خدا حق درست گفتین، شما ایران غارت کردین، شما اختلاس کردن، اینا اونا اختلاس کردن، باید پسر من توام، مردم توام پس بده، پسر من توام پس بده. آقای تقی‌زاده خوش آمدید اسکاتلند، گلاسکو. وقت شما خوش، آقای چالنگی. درود به بینندگان شما، به دکتر نوری‌زاده عزیز. و آقای نوری‌زاده با خوش آمد در لندن، و اینکه صحبت‌های آقای رونقی رو شنیدید، مادر ایشون شنیدید، و این مجموعه حکومتی که روسان به هر حال اگر آمریکا رو ضعیف یافتن اونطور که بسیاری در آمریکا میگن، وضعیت ایران رو هم از طرفی بسیار ضعیف و
همینطور سایه مسکو بر سر ولی فقیه در تهران. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر تقی‌زاده و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای چالنگی، یه چیزی که در این مادر و پسر منو واقعا تکون داد اینی که ما با چه نسلی در ایران روبرو هستیم. شما می‌بینید در سال 57 وقتی که انقلاب شد مردم دکتر شاپور بختیار هم نمی‌شناختن، ولی امروز شما در عرصه مبارزه نگاه کنید، این جوانها، این آدم‌هایی که با جان و دل میان و میرن و اینطور، و خانم سپهری میاد، اصلا اینا برای من واقعا نشان دهنده اینه که این رژیم حتما سرنگون خواهد شد و این ملت سربلند و پایدار پیروز خواهد شد. خب آقای تقی‌زاده، نگاه شما رو به اونچه که آقای رونقی گفت و مادر ایشون گفت دارم بگیر و ببند، هم اثر دیگه کم اثر و کم رنگ شده، همونطور که پایگاه ترس که پایگاه حکومت بوده کم رنگ شده در مین مردم، چون نیست؟ نه، با شماست آقای چالنگی. حکومت در جایی واقعا شاید به دروغ احساس اطمینان خاطر میکنه که مردم همونطور که شما گفتید دیگه از این حکومت، از جوخه های اعدام، از شکنجه، از کشیدن جوانان به زندان دیگه بیمی ندارن. واقعا برای حکومت الان پشت به دیواره و این مردم هستن که هر روز بیشتر از پیش خواسته های خودشون رو مطرح میکنن و این اطمینان رو دارن که اگر حکومت میخواد باقی بمونه باید مجموعه کشور رو به یک زندان بزرگ تبدیل بکنه، برای اینکه دیگه جایی برای رجوع به اونها باقی نمونده. همین مراسم مسخره 22 بهمنی که برگزار کردن در نهایت فقر و افلاس نشون داد که حکومت حتی برای جمع کردن طرفدارای سنتی خودش که مواجب بگیرهای حکومت هستن با مشکل روبروس. خب آقای نوری‌زاده، در همون حوالی یعنی روس‌ها رفتن و اوکراین رو شروع به اشغال کردن، حرف روسام این هست که دنیا تغییر کرده، یعنی بعد از فروپاشی شوروی بسیار مرزهای جدیدی در اروپا به وجود اومده و ناتوی دیگه نباید در مین باشه، باید قراردادها و توافقهای امنیتی تازه‌ای باشه و اینکه ناتو بیاد در همسایگی ما اوکراین که بخشیش در طول تاریخ در تصرف روسها بوده بیاد پایگاه بزنه قابل قبول نیست. این حرف روساست، خلاصه ی حرفشون که رفتن یه بارم اشغال کردن و دو جمهوری خودمختارم در منطقه جنوب شرقی اعلام کردن. این وضع شما چطور میبینید؟ به نظر میرسه حکومت تهران از این بابت بسیار خوشحال هست. جناب چالنگی، وقتی من سخنان سخنگوی وزارت خارجه رو شنیدم اصلا باورم نمیشد که با چه وقاحتی تجاوز روسیه رو به اوکراین، بله این عاملش آمریکا و متحدان اروپاییش بودن که روسیه رو تحریک کردن. یعنی خیلی جالبه، هر کشوری که تحریک بکنه باید شما بهش حمله بکنید و برید اشغالش کنید. جمهوری اسلامی در واقع داره خودش رو توجیه میکنه. جمهوری اسلامی در یمن اشغالگره، در سوریه و لبنان اشغالگره و داره خودش رو توجیه میکنه. اما نکته مهم به نظر من اینه، آقای پوتین در یه بخشی حق داره. این آدم منصفانه اگه به قضایا نگاه بکنه به نظر من هیچ لزومی نبوده که اینا اون قرارداد مینس رو یا اینکه بیان در تا لهستان اومدن روسا قبولش کردن، دیگه نمیتونستن زیرش بره، ولی بیان تو اوکراین یا اوکراین که در واقع بخشی از روسیه بوده همیشه. خب روسا اومدن کریمه رو گرفتن، هیچ کاری هم نکرد دنیا، شبه جزیره کریمه رو گرفتن بغل کردن و بردن. و الان وقتی شما میبینید به اودسا و ماریوپول وارد میشن، پوتین فقط بخش خودمختار و غیره رو در نظر نداره. پوتین علاقمند به این که دولت کیف سقوط بکنه و یه رژیم دست نشانده روسیه بیاد رو کار، یعنی همون رژیمی که مثلا تو بلاروس هست. ببینید پوتین خیلی جالب، حرفاشو من شنیدم، البته من که زبان روسی نمیدونم، داشتم
ترجمه انگلیسیشو از بی بی سی میشنیدم. وقتی که آقای پوتین صحبت میکنه همش از نازی‌های جدید حرف میزنه، انگار اوکراینی‌ها نازی‌اند. و چون در جنگ جهانی دوم یه بخشی از اوکراین که متنفر بودن از روس‌ها جنگ پارتیزانی علیهش ایجاد کرده، الان هم میگه اینا نازی‌های جدید. و این حرف بسیار بی ربطه. به نظر من غرب نمیباید در مورد ناتو پای اوکراین رو به میان میکشید و ضمانت ها از روسیه میگرفت. اما این داستان به این سادگی ها برطرف نخواهد شد، به جهت اینکه غرب بی ارزه و آقای باراک اوبامای خواب، ببخشید گفتم باراک اوبامای، آقای جو بایدن خواب به روسیه تشویقش میکنه. امروز ما تو استودیو بودیم، امین گفت که هواپیماهای چینی بر تایوان، بر بالای تایوان پرواز کردن، فردا چین هم میاد وسط معرکه. حالا فرصت داریم بعدن بیشتر بحث کنیم. داره حتما میرسیم. ولی اشاره کرده آقای نوری‌زاده، آقای پوتین اشاره کرده به نئونازی‌های در اوکراین. یکی دو گروه نئونازی هست، ناسیونالیست‌های افراطی که عملاً بله در اونجا جنوب شرقی دوناباس، منطقه دوناباس هستن. بله درسته، ولی بله. نازی به عنوان نازی عموماً نیست. بله. ولی اون جدایی طلبان دوناباس که منطقه بسیار مهمی زغال سنگ، یکی از معادن معروف زغال سنگ در اون منطقه است، به اصطلاح اینها اکثریت با زبان روسی صحبت می‌کنن و سابقه روسی تبار هستن، چون اونجا در اشغال امپراتوری روسیه بود قرن‌ها و قرن‌ها. آقای اشاره کردید به اودسا، فیلم اودسا رو، پلکان اودسا رو شما دیدید آقای تقی‌زاده؟ احتمالاً دیدن. ساخته معروف آزنشتین، فیلم صامتی است که استاد مونتاژ هنوز هم همینجا در یو سی ال ای، من از لس آنجلس هستم زمین بینندگانی، همونطور که اینجا تدریس میکنن هنوز فیلم اودسا رو، با نمونه درخشانه نوعی مونتاژ در سینما. نگاه شما رو جویا هستیم. حرف روس‌ها این هست که ما یک توافق جدید و اگه قراره در کیف حکومتی به گفته پوتین دست نشانده یا وابسته به اروپا و آمریکا باشه، بر ما واجبتر هست، یعنی بر ما سهم ما بیشتر هست، حق ما بیشتر هست که یه حکومت دست نشانده ما باشه اونجا. این حرف تا چند اندازه منطقی درسته در دنیای امروز و نگاه شما؟ شاید اگر از مردم عادی که پای رسانه‌های جمعی می‌نشینن می‌پرسیدید که یک سال قبل، دو سال قبل چنین ادعایی ممکنه علیه یک کشور آزاد اروپایی مطرح بشه، واقعا این رو خیلی غیر عادی می‌دیدن. ولی می‌بینیم که این وضعیت اتفاق افتاده. آقای پوتین در عمل برگی از تاریخ رو مشغول ورق زدن هست که پیشتر سابقه داشته. شما در بخشی از صحبت‌های مقدماتی صحبت از پیمان مینسک کردید و اینکه چرا این پیمان اجرایی نشد یا دوام نکرد. واقعا این سه بخشی که در این گفتگو هستند، روس‌ها و اوکراینی‌ها و یک ناظر اروپایی است، این بین دو کشوری است که حالا با هم اختلاف نظر دارند و یک طرف تمامیت خواه است و خواسته هایی رو مطرح میکنه که طرح اونها رو برای زمان خاصی گذاشته. من تصور نمیکنم که با وجود مقدماتی که روسیه از 8 سال پیش بعد از انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در سر داشت، یعنی تبدیل کردن اوکراین به یک منطقه نفوذ و یا بخشی از اوکراین به عنوان منطقه آزادی که عنوان سپر دفاعی در مقابل پیمان ناتو قرار بگیره، این اقدام رو اون زمان عملی میکرد. ولی روی کار آمدن یک دولت دموکرات نچندان قوی در آمریکا، دولت آقای بایدن، این زمینه رو فراهمتر از پیش کرد. ولی واقعیت دردناکتر اینه که اروپایی‌ها، دنیای آزاد، آمریکا، استرالیا، کشورهای بزرگ اروپایی، مدت‌های طولانی است که به رفاه علاقمندتر از بقیه ابعاد زندگی هستند. از خوشخوابی لذت میبرن، ناسیونالیسم رو فراموش کردن، برای کشورشون دیگه حاضر نیستن دست به اسلحه بشن، ارتش های کشورها رو
نفرات حرفه‌ای داره میکنن، کسایی که مثل قهرمان بوکس میره نظامی میشه و میخواد جنگ بکنه و مردم عادی به زندگی عادی مشغولن، در حالی که در کشورهای شبیه روسیه با وجود آدم‌های فرصت طلبی مثل آقای پوتین هنوز این احساس برای توسعه طلبی، برای اقتدارگرایی فراهمه و اونها از این فرصت ضعف دنیای آزاد برای ایستادگی و مبادرت به جنگ سوء استفاده میکنن. ضمیمه کردن یک کشور اروپایی با 40 میلیون جمعیت و تکرار قضیه‌ای که در سال 1938 نه برای نخستین بار، شاید برای دومین و سومین بار، ولی یک بخش مشخص تاریخ با پیمان مونیخ یا توافق مونیخ صورت گرفت. پنج قدرت کنار هم ایستادن، آمریکایی‌ها، ببخشید، بریتانیایی‌ها، به اضافه آلمان نازی، به اضافه موسولینی از ایتالیا، به اضافه نخست وزیر فرانسه، و اینها توافق کردن بخشی از کشور چکسلواکی رو در اختیار نازی‌ها قرار بدن به این امید که جنگی در نگیره. ولی دیدیم که مدماهای بعد جنگ توسعه پیدا کرد، لهستان به همون سرنوشت دچار شد و بقیه قضایا، در حالی که وقتی چمبرلین به بریتانیا برگشت یه تکه پاره بی ارزش رو در دست گرفت، تکون داد و گفت من امضای هیتلر رو پای این کاغذ دارم. این تأمل و مماشات رو ما حالا در بخش دیگری از تاریخ میبینیم و فرصت طلب هایی که به انتظار نشستن، من جمله حکومت شی جین پینگ در چین و همینطور حکومت آقای خامنه ای در ایران، احتمال اینکه از این وضعیت فکر سوء استفاده بکنند رو حالا بیشتر از هر زمان دیگری میبینن. خب در همون حاشیه توافق مونیخ هم استالین با هیتلر بسیار پیمان دوستی داشتن و پیمان دوستی بستن که بعدن شکسته شد. آقای نوریزاده، سوال من به قوت خودش باقی است. ببینید آقای طرزاده اشاره میکنید که اروپایی ها بسیار رفاه طلب هستن، بعد اینو میبینیم نشونه هایی هست در آمریکا هم آقای بایدن وضعیتی که داره بسیار مضحکه بسیاری شده، حتی خود دموکرات ها در اینجا. اما نکته باز همینه، این اروپایی‌های رفاه طلب و آمریکا، دولت آمریکا این چنین، ولی از اون طرفم به هر حال اقدامات ناتو، آقای ترامپ آمده بود و گفته بود اساسا این ناتو رو به نحوی زیر سوال برده بود که چرا ما باید هزینه‌هاش رو پرداخت بکنیم، و اساسا ناتو چه لزومی داره از نظر شما وقتی که اصلا به وجود اومده علیه شوروی و بلوک شرق، چه لزومی داره؟ حضورتون عرض کنم تا زمانی که شوروی سابق یا روسیه امروز از یک نظم دموکراتیک برخوردار نیست، ناتو هم واجبه، برای اینکه فردا آقای پوتین قدرت بیشتری بگیره. الان بهای نفت رفت بالا، بهای گاز رفت بالا، بهای طلا رفت بالا. آقای پوتین اگر بتونه خود رو تحمیل کنه و بتونه پول بیشتری داره، فردا در اندیشه لیتوانی ها میفته و لیتوانی و استونی و میره سراغ اونا، و این کشورها واندبلن، شکنندن، ارتشی ندارن. این بیچاره ها در این سالها تلاش کردن یک نظم ساده اجتماعی در اونجا برقرار کنه. بنابراین ناتو ضرورتش اینه که حداقل به روس ها نشون میده اگر پای مصالح عالی پیش بیاد، کشورهای متحد هم کوتاه نمیان. اما وقتی یک رئیس جمهوری مثل آقای جو بایدن تو امریکا میاد که تمام پرنسیپ های اخلاقی رو زیر پا میگذاره، افغانستان رو درسته میده به طالبان، طالبانی که 20 سال پیش جورج بوش به خاطر جنایتش رفت و ریشش رو کند، شما چی کار میتونید بکنید؟ آقای پوتین میگه خب من که از طالبان بهترم، منم میرم اینجا رو میگیرم. یاد یک مورد دیگر رو من خدمتون عرض کنم. آی چالنگی، آیا شما در طول عمر مفید من و شما و دکتر تقی‌زاده، یعنی از 16-17 سالگی که دنبال این کارا رفتیم، دنبال نوشتن و گفتن و سیاست و ادبیات، آیا به یاد داریم رژیمی در دنیا وجود داشته که این همه آمریکایی بکشه، این همه آمریکایی گروگان بگیره؟ تو بیروت، تو عراق، تو خبر سعودی، تو تهران گروگانگیری سفارت آمریکا، و آمریکا گل بالاتر بهش نگه. آقا اصلا باورم نمیشه، من بارها بهتون گفتم عبدالرحمن راشد
دوست من سردبیر اسبق از شرق الاوسط بارها از من میپرسید، میگفت اگه ما سعودی ها این کار کرده بودیم امروز وجود نداشتیم. چطور اینا اینقدر نسبت به شما مهربونن؟ امروز جمهوری اسلامی در 4 کشور منطقه آشوب به پا کرده. عراق نمیتونه رئیس جمهور انتخاب کنه، نخست وزیر انتخاب کنه. لبنان چارچنگولی مونده، اون مال یمن بدبخت. خب چطور آمریکا وقتی به جمهوری اسلامی مهربونه، وقت آقای پوتین قدرت به اون عظمت و انبار اسلحه اتمی نکنه این کار رو بکنه؟ وقتی آمریکا اینقدر بی ارزه است، 43 سال این رژیم آدمکش رو تحمل کرده. هیچ، مگه صدام حسین آمریکایی کشت؟ مگه قذافی آمریکایی کشت؟ چطور آمریکایی‌ها، قذافی دستش هم بالا بود، صدام دستش بالا بود، رفتن زیرا بهشون زدن با دروغ و فریب و حالا در برابر جمهوری اسلامی سکوت؟ بعدم خوشحالم میریم قرارداد امضا میکنیم. برای من واقعا حیرت انگیزه و اینو نشونه این میدونم که این دولت در آوردن آخوندها دست داشت و امروز بر ملت ایرانه که در برکندنشون نگاه به واشنگتن نکنه. خوب آقای تنزه بعد دارم راشد اشاره کردن، روزنامه نگار سعودی هست که البته حتما در جریان هست، اینشون تا یک مقاله برای منم بسیار تعجب برانگیز بود که نوشته بود سقوط حکومت در جریان 98، سقوط حکومت ایران کنونی ایران به سود عرب نیست، نکته ای که نیاز به توضیح بیشتری داره. نه نوشته جدیدش، نوشته جدیدش همین مال دو روز قبل، بسیار نوشته قشنگی بود علیه جمهوری اسلامی که این قرارداد رو میبنده، پول میگیره به جون لبنان و فلسطین میفته. بله البته به همین دلیل برای من تعجب برانگیز بود چون مقالات تندی داشت علیه جمهوری اسلامی در شرق الاوسط. اون زمان این نوشته ایشون رو به سقوط این حکومت به نفع نیست بسیار تعجب برانگیز بود. به هر حال آقای طنزه ببینید، اون چه که آقای نوری زاده میگه اینه که نگرانی آمریکا هست از پوتین که قدرت بگیره مثلا به فکر اشغال دیگه. این نمیشه بر اساس این احتمالات سیاست خارجی یک کشوری رو تعیین کرد یا ناتو رو ادامه داد. نظر شما رو جویا هستیم به اضافه اینکه چه کسی بیشتر باعث قدرتمندتر شدن روس‌ها شد؟ آیا سیاست‌های نادرسته چه دموکرات چه جمهوری‌های آمریکا در منطقه و جاهای دیگه، بی‌اعتمادی که به دوستی با آمریکا پدید اومد در کشورهای منطقه، باعث قدرت پیدا کردن روس‌ها نشد؟ اتحاد شوروی سابق که خیلی ها اون رو با روسیه مخلوط میکنن یا شاید این اختلاط خیلی هم دور از ذهن نیست، یکی از دلایل سقوطش این بود که تعهداتی که در مقابل خودش درست کرده بود با امکاناتی که داشت دیگه توازن نداشت. یعنی نمیتونست اونقدر که برای خودش تعهد درست کرده پاسخگو باشه. بین الملل ناگزیر شد در وضعیت فروپاشی از بخشی از مناطق نفوذ خودش دست بکشه. حالا روسیه که اکثر امکانات طبیعی اتحاد شوروی سابق رو داره، من جمله فناوری‌های نظامی، من جمله زرادخانه اتمی که دکتر نوری‌زاده به اون اشاره کرد، به دنبال بازسازی رویایی است که حالا درش امکاناتی که داره در خدمت تعهدات محدودتری قرار بگیره. من نمیدونم اگر واقعا مدودوف به جای پوتین بود و به جای اینکه یلسین پوتین رو انتخاب بکنه به عنوان جانشین، فرد دیگری رو انتخاب میکرد، روسیه در این مسیر میرفت یا روسیه به دنبال مسیری بود که بخشی از هلند، بخشی از لهستان، بخشی از جمهوری مجارستان یا همین کشوری که الان ما در همسایگی روسیه داریم یعنی اوکراین، اونها می رفتن. یعنی تمایل پیدا می کردن در یک دنیای آزاد با اقتصاد آزاد تفکری شبیه بقیه جوامع آزاد دنیا داشته باشن، ولی متاسفانه از دید نظم تازه جهانی در روسیه کسی مثل آقای پوتین روی کار آمد و در دو برهه، یعنی زمان دولت دموکرات آقای اوباما و همینطور دولت دموکرات آقای بایدن، فرصت پیدا کرد تا جاه طلبی های شخصی خودش رو با گرفتن درس هایی از تاریخ حالا به موقع اجرا بگذاره. روسیه کشوری است که بزرگترین منبع گاز دنیا رو داره، بزرگترین صادرکننده
گاز به کشورهای اروپایی هست، یکی از سه کشور بزرگی است که منابع گاز و نفت اون در ترکیب جزء بزرگترین در دنیا هستند و حالا در وضعیتی روسیه رو قرار داده که با یک درآمد 650 میلیارد دلاری به عنوان ذخیره و یک صادرات 400 میلیارد دلاری روسیه اروپا رو به خودش نیازمند کرده و میدونه که اروپایی که به دنبال رفاه است به دنبال بدبستانه و از این وضعیت سوء استفاده میکنه برای گرفتن لقمه بسیار بسیار بزرگی که من تردید دارم بتونه اون رو از گلو فرو بده، یعنی خوردن یک کشور با 40 میلیون جمعیت در قلب اروپا، کشور اوکراین. خب آقای تنزد پرسش من چون به قوت خودش باقیه. ببینید، اولا جاه طلبی شخصی آقای پوتین، خود شما اشاره میکنید به ذخایر ارزیشون افزایش پیدا میکنه. به هر حال ممکن از نظر روزها اینکه به یک قدرتی تبدیل بشن از نظر مردم روسیه نکته مثبتی باشه. آمار دقیقی در این زمینه دست کم در دست ما نیست، یاد در دست نیست. به هر حال این سیاست داخلی روسیه بعد سرکوب هست، بگیر و ببندم هست به نحوی. سوال من همچنان این هست، آیا در این قدرت یافتن آقای پوتین و روسیه بعد از فروپاشی شوروی فقط جاه طلبی های شخصی آقای پوتین به عنوان یک سیاستمداری که مورد ستایش ترامپ هم هست قرار گرفته این بوده، یا نه سیاست های غلط واشنگتن هم بوده و اروپایی ها، یعنی عدم اعتماد، یعنی ببینید مثلا عدم اعتماد به دوستی با آمریکا، این رو یکی در واشنگتن هم تو گفت، یعنی این روزها دوستی با آمریکا خطرناکتر از دشمنی با آمریکا شد. افغانستان واگذار به طالبان و بقیه، بر سر مبارک آن آمد و بر سر صدام حسین لشکرکشی برای سقوط صدام حسین. از این بر میبینن روزها تا گلوله آخر کنار حکومت سوریه ایستادن. کار از نظر من شما این نورزاده نادرست. خوب قابل اعتماد هستن در دوستی نیست؟ آیا سیاست های غلط واشنگتن مؤثر نبوده در این قدرت یابی؟ فکر میکنم به این موضوع من توضیح مختصر دادم. یک، اشاره کردم به امکانات طبیعی روسیه و طبیعت توسعه طلبی که این کشور داره، این زمینه شکل گرفتن اتحاد شوروی بوده، ضعف در دنیای آزاد که مردم رفاه طلبتر شدن و دو حکومت دموکرات آقای اوباما و آقای جو بایدن، اینها نکاتی است که زمینه ساز توسعه طلبی آقای پوتین شده. ولی اشتباه واشنگتن نبود، یعنی کار آقای بوش یا بقیه. آقای نوری‌زاده این پرسش از شما. من بلا تردید ضعف واشنگتن در تعامل با بحران‌هایی که عملا خودش هم باعثشون بوده مسلم عامل تشویق کننده ایش برای نه فقط پوتین بلکه برای سید علی خامنه ای. یعنی من واقعا میگم اگه آمریکا قاطعانه جلو سید علی خامنه ای تو عراق ایستاده بود، امروز سید علی در سوریه و در لبنان و در یمن بود. هرگز. شما فکر کنید بمبای کنار جاده ای رژیم 4000 آمریکایی رو کشت. اینا بالاتر از گل به اینا نگفتن، یا قاسم سلیمانی رو زدن، بقیه چی؟ صدها قاسم سلیمانی هم اونجا. آقای پوتین هم همینطور. شما ببینید گام به گام، مثلا در کنفرانس 20 که شرکت میکرد که اول بود یا جزو 8 کشور قدرتمند جهان، آقای پوتین در اون روزهایی که قدرتی نداشت زبان ملایمی داشت، دوستی داشت، حتی میخواست به ناتو بپیونده خودش، ولی بعدن دیدیم این زبان تغییر کرد و همونطور که دکتر تقی‌زاده گفت با بازیافت امکاناتش و استفاده درست از این امکانات و تشویق روحیه ناسیونالیسم در بین روس‌ها موفق شد که در واقع یه ملتی رو در یه جهتی سوق بده. البته امروز میشنیدم از یه استاد دانشگاه که میگفت در مسکو روشن فکران اینا مخالفن شدیدن، ولی عوام هستن که دنبال یه رهبری راه میفتن و این بساط هست. من اعتقاد دارم ضعف غرب در تعامل نه فقط با روسیه، با بحرانهای منطقه‌ای. آقای باراک حسین اوباما اعلام کرد خط قرمز ما شیمیاییه در سوریه، پنجشنبه 3:30 بعد از ظهر حمله میکنیم. در عرض 2 ساعت آقای پوتین موفق شد
رأیش رو عوض بکنه به این که شیمیایی رو تحویل بدن ما نمیزنیم. و 8 سال بعد از اون ملت سوریه داره هزینه میده، 10 سال داره هزینه میده. منظورم اینه چالنگی، بله ضعف غرب بدون شک روسیه رو تشویق کرد و تمام رژیمای سرکوب کرد. و اینم که شما میگید دوستان میگن ما چه اعتمادی با امریکا بکنیم، چه کرد با مبارک؟ اون خانم کلینتون با وقاحت ساعتش رو نگاه کرد، گفت هنوز مبارک هست؟ آخه شما فکر کنید به یک رئیس جمهوری که 40 سال 30 سال به شما خدمت کرده، در جهت مسئله شما بوده، ملتش هم بالاخره با همه امکانات توهیدستی از زیر قرصا بیرون آورد، این کار کرد. با پادشاه ما محمد رضا شاه پهلوی چه کردن؟ اینا همه درسه برای جهانیان که آقا بریم پیش روسا سلامت تریم. به نحوی همون اشاره هم شد به نشست مونیخ اشاره شد، آقای طرزاده اشاره کرد، نوعی مماشات یا نوعی رفتار نادرست در شرایطی که باید رفتار دیگری می بود. به هر حال البته من قیاس نمی کنم، به هر حال پوتین و هیتلر رو اصلا قابل قیاس نیستن از بابت‌های بسیار بسیار هیچ وقت. به هر حال پوتین رهبر یک کشوری است و در جهت به هر حال کم و بیش مساله اون کشور جاه طلبی های حتی نامشروع داره عمل میکنه نهایتا، یا هر چی که هست رابطه دیرینه ایست بین اوکراین و روس ها و مساله مربوطه. اما تا چند دو اروپا آقای تغییزاده وابسته هست به گاز روس ها، منابع گاز و نفت روس ها. فقط منابع گاز و نفت نیست، واقعا روسیه تبدیل به یک پای تجارت خارجی با اروپا شده. قدرتی است که به هر حال وابستگی های مالی، پولی، تجاری فراوانی با کشورهای اروپایی داره. وقتی مرحله اول خواسته های پوتین اجرا شد و هنوز حمله ای که نیمه شب چهارشنبه شب آغاز کردند از زمین و دریا و هوا حمله کردن به اوکراین صورت نگرفته بود، نخست وزیر بریتانیا اولین واکنش رو نسبت به این هجوم مقدماتی نشون داد و این واکنش تحریم 3 نفر از نزدیکان آقای پوتین بوده که دارایی هایی در بریتانیا دارن و همینطور چند بانک کوچک که شکل صرافی دارن. در همین حد، در حالی که همه ناوگان تجارتی روسیه که امروز نو شده، هواپیماهای ایرباس و هواپیماهای بوئینگ با جت‌های ساخت انگلیس و ساخت آمریکا، جنرال الکتریک و همینطور رولز رویس تامین میشه. چرا اگر واقعا قصد تحریم روسیه رو داشتن، سویفت رو که مبادلات پایاپای با سرعت در اون صورت میگیره علیه آقای پوتین و روسیه اعمال نکردن دسترسیشو؟ چرا فروختن هواپیماهای جت رو ممنوع نکردن؟ چرا پرواز هواپیماهای روسی به کشورهای اروپایی و آمریکا رو ممنوع نکردن؟ ببینیم حتی در مورد تحریم هم جنگ که هیچ ایستادگی نظامی که هیچ این صورت نخواهد گرفت. حتی در مورد تحریم ها هم در همین مرحله دارن عمل میکنن، در حالی که اگر واقعا فشار جدیتری از پیش علیه روسیه اعمال میشد، روسیه در یک محاسبه خیر و شر، سود و زیان، معادلات خودش رو با امروز تغییر میداد. مسئله این است که اروپا واقعا به دنبال مماشات، به دنبال تعامل افکار عمومی مردم اروپا و دنیای آزاد این رو میپسندن و میبینن که ایستادگی در مقابل روسیه تنبیه بیشتر ممکن است به پرداختن بهای سنگین تری. شما 3 دلار برای بنزین حالا در لیتر پول میدید و برای گاز امسال دو برابر سال گذشته پول میدید و هنوز جانشینی برای این منابع تعیین نکردید و ترجیح میدید با روسا بسازید، همونطور که در کنفرانس یالتا ساختن، همونطور که در کنفرانس تهران ساختن، همونطور که در کنفرانس پوتسدام ساختن و همیشه تو دهنی بزرگتری خوردن و مجبور شدن، مثل اون چیزی که در طول جنگ دوم جهانی صورت گرفت و هزاران کشته از دو طرف گرفت، هزینه های سنگین تری بپردازن. خب بعد قیمت بنزین در آمریکا گالونی در حدود 1 دلار بالا رفته دست کم تا عصر پنجشنبه، به طور متوسط در سراسر آمریکا حدود 1 دلار در هر گالون بالا رفته قیمت بنزین، که اگه ادامه پیدا کنه به نظر میرسه باز هم بالاتر خواهد رفت.
آقای نوریزاده، آقای تحریزاده اشاره کرد که به سر نوع رفتار با پوتین با روزها، و در اینجا پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، ایشون هم اشاره کرده بود به اینکه اگر من بودم کار به اینجا نمی کشید. ضمن ستایش غیر مستقیم از پوتین یه بارها این کاری کرده به عنوان یک دیپلمات هوشمند، یک رهبر هوشمند. نظر ترامپ هست تا چند اندازه این سخن درسته؟ یعنی آیا رفتار دیگه‌ای میشد اتخاذ کرد که کار به اینجا نکشه؟ بدون تردید اگر روس‌ها میدونستن، دکتر تقی‌زاده اشاره کرد به نوع سانکشن یا تحریم‌ها، شوخیه، شوخی به نظر میرسه که حالا بیان مثلا درآمد صاحب تیم چلسی رو زیر ذره‌بین بکشن، خنده داره. و همین که پروازهای ایرفلوت رو متوقف میکردن بزرگترین ضربه به روسا. نه، سستی غرب مسلم اگر آقای ترامپ بود با روابط شخصی که با پوتین برقرار کرده بود قضیه به اینجا کشته نمیشد. احتمال داشت که او اعلام بکنه که به هیچ وجه ناتو قصد وارد کردن اوکراین رو نداره و قصد توسعه دادن دایره امنیتی خودش رو نداره، جمهوری های بالتیک رو نمیخواد بیاره، اون وقت مسلم آقای پوتین هم فکر دیگری میکرد. ببینید، پوتین نگرانیش از یه نظر قابل فهمه. تو قلب جنوب روسیه، جنوب غربی روسیه، ناتو بیاد اونجا موشک بذاره، خب این همون کاری میشه که روسیه با کوبا کرد تو دهه 60 و آمریکا جلو سیستان. به نظر من غرب باید در تعامل با مناطق حساس بهتر عمل میکرد. ببینید، آمریکایی‌ها یکی از دلایلی که تو افغانستان بودن این بود که تو سینکیانگ منطقه مسلمان نشین انگولک بتونن بکنن. حالا به نظر میسه طالبان این حق رو بهشون داده که حالا ما هم میتونیم زمانت، مثل خمینی که کمربند سبز براشون درست کرد. و الان به نظر من یه نکته دیگرم باید بهش خیلی توجه کرد. ببینید چالنگی، دنیا به سوی میرفت که دو ابرقدرت وجود داشتن، آمریکا و متحدانش و چین. یعنی این دو ابرقدرت عملا به رسمیت شناخته شده بودند که آمریکا در بالا و چین هم از این طرف در بالا، حالا دیگه کشورهای دیگه هم دنباله. آقای پوتین سالها میخواست بگه نه، منم هستم، منم ابرقدرتم. و عملا پوتین تبدیل شده به دنبال روی چین، چون از نظر اقتصادی تکیه روی چین داره. به این ترتیب یه طرف غرب برای صادراتش و برای وارداتش رو چین. آقای پوتین میخواد بگه نه، دنیا سه ابرقدرتیه، منم هستم. و الان عملا داره ثابت میکنه، نگاه کنید من رفتم، هیچ غلطی هم نکردن، حرفایی که خمینی میزد. آقای پوتین، من نظر شما رو در این که پوتین رو با هیتلر مقایسه نکنیم در این مرحله قبول دارم. شاید آقای چمبرلین هم که رفته بود با هیتلر ملاقات کرد، اون زمان گمان میکرد که هیتلر همچه آدمی نیست، ولی تجربه نشون داد. حالا باید دید آقای پوتین در مرحله بعدی دنبال بالتیکه، دنبال جمهوری‌های بالتیکه. حتی این روابط ماه عسلش با بلوراشیا، با بلوروسیا، روسیه سفید، آیا دوام خواهد داشت یا نگاهش به اونجا؟ منظورم اینه که باید یه مقدارم تحمل کرد تا ببینیم چه پیش میاد. با خمینی هم واقعا نمیشه مقایسه کرد، چون نه، با خمینی هیچ کی رو نمیشه، با خمینی هیچ کس رو. تیم چلسی هم که اشاره کردید، امین عزیز، امین سپنتای گرامی تهیه کننده برنامه، از طرفداران پروپا قرص تیم چلسی، قدرت ما قدرت و قدرت مسئول تدارکات و در تلاش برای اینکه امیدواریم روزی که مسئول تدارکات تیم چلسی هم بشه قدرت صحبت کمربند سبز کردن به دور شوروی. متاسفانه این نظریاتی که عملی هم میشه که جهان رو یک نوعی آقای نوریزاده در ازاده به شکل تنبان دیدن، این دیپلماسی تنبانی که بود، بند تنبانی که کار رو در منطقه به اینجای کشید، این کمربند سبز که میبینیم. آقای تقی‌زاده، تا چه اندازه این اقدام روزها
اثرگذار خواهد بود روی روند تحولاتی در منطقه، به این معنی منطقه خاورمیانه از جمله حکومت ایران. تا چند اندازه میشه ارزیابی کرد حکومت فقیه از این اوضاع بهره‌مند میشه به سود خودش، یعنی به عنوان اینکه برادر بزرگتر، حامی بزرگتر ما، ببینید چه قدرتی داره و بقیه موضوع و بقیه اوضاع. مقایسه واکنش هایی که اردوغان داشت نسبت به اقداماتی که در اوکراین روسیه صورت داد با اون چه که جمهوری اسلامی کرد نشون میده کدومی که از این دو کشور بیشتر نگران مسائل امنیت ملی خودشون و مصالح ملی خودشون هستند. وقتی به نقشه دریای سیاه نگاه میکنید، دو کشور دارای نیروی نظامی با اهمیت در دریای سیاه هستند، روسا و ترکا، و ترکا قادرن راه ورود نیروی دریایی روسیه رو به دریای سیاه ببندن و روسیه رو محروم بکنن از تردد. البته در این مورد یک پیمان همکاری دارن که روسا به دنبال تغییر اون هم هستن و ترکا نگرانیشون اینجاست. ولی میبینیم علارغم این نگرانی ها ترکیه به عنوان یک کشور مستقل، اگرچه محکوم نمیکنه اقدامات پوتین رو، ولی از اون انتقاد تند به عمل میاره و میگه این غیر قابل تحمله، در حالی که جمهوری آخوندها در بیانیه‌ای که از زبان سخنگوی وزارت خارجه صادر میشه، همونطور که دکتر نوری‌زاده هم اشاره کرد، آمریکا و پیمان نظامی ناتو رو به عنوان متهم معرفی میکنه. این نگاه ما حتی در برخورد چینی‌ها نمیبینیم. روز گذشته، روز پنجشنبه، سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای که در این ارتباط منتشر کرد و طرفین رو دعوت کرد به نوعی از آرامش و تأکید کرد به اینکه چین حالا یک قدرت ابرقدرت دنیایی هست، اعلام کرد که هر دو کشور، هر دو طرف ماجرا بایستی به نوعی خودداری بکنن. البته این معنیش این نیست که طرفدار این اقدام روسا نیست و معنیش این نیست که چینی‌ها هم هوس اقدام مشابه در تایوان رو ممکنه پیدا با وجود شخصی مثل شی جینگ پینگ نکنند، ولی نگرانی جمهوری اسلامی اولا اصلا وجود نداره، چون درکی از منافع ملی ایران نداره این حکومت و درکی از موقعیت خودش نداره، و دوم اونقدر غلام حلقه به گوشه که بدون توجه به ملاحظات امنیت ملی یک کشور بزرگی مثل ایران چشم بسته، حتی ضوابط و روابط بیانیه های دیپلماتیک رو هم زیر پا میگذاره و عملا در کنار پوتین خودش قرار میده. و آقای نوری‌زاده، در منطقه بازتاب این اقدام چه اثراتی داره که میدونیم روسا با هر دو طرف خلیج فارس روابط دوستانه ای دارن و همینطور با اسرائیل؟ ببینید آقای چالنگی، دلخوری از آمریکا به نوعی در موازه این کشورها تجلی پیدا کرده. یعنی من کاورج الحدث و العربیه که مال سعودی هاست دارم مرتب نگاه میکنم و همینطور مثلا الجزیره دارم میبینم. الجزیره لحن تندتری نسبت به روس ها داره، برای اینکه به هر حال بزرگترین پایگاه آمریکا توی قطره و 250 هواپیمای آمریکایی اونجاست و قطری ها ادای استقلال رو در میارن ولی وابسته به اسرائیل و به آمریکا هستن. اما به طور کلی میخوام بگم مثلا مصری ها برای من جالب بود، با سمپاتی به روسا بیشتر داشتن. ولی یه نکته رو آقای چالنگی دقت کنیم، جمهوری اسلامی با اوکراین خیلی ارتباط نزدیکی داشت، خیلی، حتی هواپیمای آنتونوف 140 رو اومدن در ایران تولید کردن که بعد معلوم شد خب به درد نمیخوره و زیاد تولیدش ادامه پیدا نکرد. یا صدها دانشجوی ایرانی در اوکراینن و این هواپیما رو هم سرنگون کردن، حالا دارن ناخوناشون رو به هم میزنن، خوشحالن که از زیر تعهداتشون در میرن. حالا فردا اگر اوکراین شد، میخوام بگم کشورهای دیگه همچی چیزی رو ندارن. ترکیه خیلی هوشمندانه عمل کرده، با اوکراین رابطه بسیار نزدیک از نظر اقتصادی و نظامی داره، نظامی پهپادهای ترکیه در اوکراین هستند و بنابراین ترک‌ها خیلی هوشمندانه عمل کردن، گویا که یک کشتیشون هم آسیب دیده و به هر حال چه بگیم، ما فقط میتونیم آرزو کنیم مردم بیچاره که من میگم چرا آقای پوتین به خونه‌های مردم میزنه، چرا به کیف داره موشک میزنه، این مردم چرا
تو خیابون میدیدی مردم بیچاره رو توی البته روسا به طور رسمی اعلام کرده که ما به اصطلاح پایگاه ها و هدف های نظامی رو مورد حمله قرار دادیم. باید منتظر بود خبرنگارها و گزارشگرانی که دسترسی دارن. بله تصویرها چیزی بنشونه. و آقای نوریزاده اشاره کرده به مصر و به اصطلاح سمپاتی که نشون دادن. ببینید نمونه بسیار روشن اتفاق در مورد مصر از همون زمانی که شما هم اشاره کردید کلینتون وقتی میپرسن مبارک کی رفته و بعد معلوم میشه دولت اوباما با اخوان المسلمین مشغول مذاکرات پشت پرده بوده و نقش داشته و حمایت کرده بعد از اون سخنرانی اوباما که در قاهره داشت و اینها ما میبینیم که در واقع و بعد روی کار اومدن جنرال سیسی که به عنوان رهبر ارتش ملی مصر قدرت رو در دست گرفت با حمایت مردم و پوتین بلا فاصله وقتی کمک‌های مالی قطع میشه بلا فاصله اعلام میکنه کمک مالی در اختیار میدن و یک سخنرانی بسیار ستایش آمیزی از سیسی کرد همونطور که در چشم اکثریت مردم مصر دو سفر آقای سیسی رفت مسکو و بعدم رفت بعد از سیسی به اونجا رفت و اینها خب یک دیپلماسی موفق هست یعنی ترامپ بی خود نمیگی که مثلا آدم هوشمند نیست در جهت مسائلی که دنبال میکنه حالا این مسئله جاه طلبی شخصی هست ملی هست هر چی که هست آقای تقی‌زاده گرامی تا چه اندازه روزها پیش برنده سیاست حکومت‌های منطقه‌ای مثل حکومت ایران هستند یعنی از این بابت نگرانی ندارند برای به اصطلاح مداخله نظامی یا اقدامات این شبیه اون چیز در اوکراین هست که وضع به طور کلی تفاوت داره اوتا اینکه تا چه اندازه واقعا سایه مسکو بر سر حکومت فقیه هست در زمینه‌های اقتصادی به خصوص میدونم از نظر اقتصادی که به هر حال روسا اقتصادشون مکمل اقتصاد ایران نیست روسا تولید کننده نفت و فروشنده نفت و گازن و ایران هم رقیب روسیه به شمار میره و اقتصاد صنعتی روسیه هم مکمل نیازهای ایران نیست این برخلاف روابطی است که ایران با چین داره که دو اقتصاد مکملن یعنی چینی ها از ایران انرژی میخرن و به ایران محصولات مصرفی میفروشن به این علت تأثیر اقتصادی روسیه رو واقعا من تو این ماجرا نمیبینم ولی به هر حال همکاری های نظامی امنیتی و سیاسی که بین دو کشور وجود داره و این ناشی از انزوایی است که حکومت تهران به خودش تحمیل کرده و خودش نیازمند حمایت روسیه میبینه در این محور میشه تأثیر روسیه رو کاملا احساس کرد و میبینیم نمک نشناسی این جماعت اونقدر هست که در قبال تأمین حمایت سیاسی و نظامی روسیه حتی سوابق کارهایی که کشورهای دیگه نزدیک به جبهه شرق بونها کردن ندیده میگیرن حکومت اسلامی بخش مهمی از این پیشرفتهای به اصطلاح اتمیش رو که نزدیک شدن به بمب اتمی است در حقیقت مدیون اوکراینی ها هست این یک اوکراینی بود آقای کلینکو که به تهران رفت و فرزندش در کتابی که این توضیحات رو خیلی مفصل داد نوشت که محفظه‌ای که در تهران در پارچین نصب کردن و در اون شلیک با قدرت آتش بالا رو برای ساختن ماشه اتمی مورد آزمایش قرار دادن مدیون اوکراینی هاست اولین نمونه های موشکی که جمهوری اسلامی میخواست برای نصب توی هواپیما بگیره از اوکراینی ها گرفت و همونطور که دکتر نورزاده هم باز گفت هواپیمای ایلوشین رو 141 رو اینجا در ایران میخواستن مونتاژ بکنن برای کارهای مسافربری چقدر دیگه کشور اروپایی میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه و در زمانی که حداقل میتونه جمهوری اسلامی بی‌طرف بمونه به همه این همکاری ها پشت میکنه روسا جمهوری اسلامی رو به نوعی به اسارت گرفتن بله منظور منم از نظر اقتصادی عمده ترین منابع درآمد ایران نفت و گاز هست که مثل اینکه تابعی هست از به اصطلاح حضور روسا در بازارهای نفت و گاز چون نیست چرا من یه نکته رو فقط به عنوان مثال بگم که روسا چقدر به ایران خیانت کردن یک نمونه در این بخشی که شما اشاره کردید لوله گازی است که با هزینه بیش از 7 میلیارد دلار به قیمت 12 سال پیش ایران کشید برای اینکه بتونه گاز خودش رو روزانه 150 میلیون متر مکعب به پاکستان و نهایتاً به هند بفروشه
و این لوله یکی از چهار لوله عمده است که در ایران در نتیجه ندانمکاری حکومت زنگ زده و بلا استفاده مونده. خب آقای نوزاد، وقت کوتاه، حدود یک دقیقه اگر به ما بفرمایید که چشمانداز به اصطلاح آنچه که روسا انجام دادن آیا اثری در روند مخالفت های مردم ایران داره که این حکومت یه حامی مثل روسا داره؟ آیا روسا حاضر هستن به خاطر حمایت از حکومت فقیه به اصطلاح علیه مردم ایران هم وارد اقدامی بشن؟ ببینید، البته روسا تا اونجا به نظر من هوشمندترن از اونن که خودشون آلوده ماجرای ایران کنن، ولی نکته به نظر من خیلی اهمیت داره. همونطور که شما اشاره کردید که مردم ایران دیگه اون خط ترس رو گذروندن، مردم ایران هم الان دیگه توجهی به این ندارن که جمهوری اسلامی رو زانوی پوتین نشسته یا رو زانوی آقای جو بایدن، براشون اهمیتی نداره. این رژیم رو نمیخواهند و اگر مردم ایران مطمئن باشن که این توان و قدرت رو دارن، رژیم نمیتونه با حمایت روسیه یا بقیه بمونه. اینو تاریخ هم به ما ثابت کرده. و نگاه شما رو در این زمینه یک دقیقه وقت دارید. نه، من یک دقیقه هم صرف جویی میکنم. نه خیلی، روند تحولات اجتماعی در هر جامعه مختص مسائل اجتماعی و تفکر اون جامعه است. تاثیرگذاری کشورهای حتی به عنوان حامی میتونه بسیار بسیار در تغییرات این روند اثرگذار باشه. حدود 23 ثانیه طلب شما آقای تغییرزاده گرامی که حساب ثانیه ها هم دارید. با سپاس بسیار از شما آقای تغییرزاده، آقای دکتر رضا تغییرزاده، آقای علیرضا نوریزاده، با سپاس از هر دو مهمان گرامی برد. امیدواریم هرچه زودتر اوضاع در اوکراین در جهت منافع ملی مردم اوکراین سامان بپذیره و هیچ جنگی رخ نده. آرزویی که تحققش بعید به نظر میاد. از روز نخست حابیل و قابیل جنگ آغاز شد، در اساطیر و افسانه ها تا به امروز هم ادامه پیدا کرد. ابزار جنگی بیش از هر ابزار دیگه تا پزشکی توسعه پیدا کرده. ویرانگری و مخرب بودن ابزار جنگی اتمی و غیر اتمی. من در اینجا از شما عزیزان پوزش میخوام بابت دو روز بازپخش برنامه ها مشغول کارهای پزشکی در لس آنجلس تحت نظر دندان پزشک بسیار بسیار حاذقی که به موقع من سخن خواهم گفت درباره ارزش کار ایشون، اهمیتشون و بزرگی و ارجمندی ایشون، که همونطور که میبینید در حال در گویش من هم مؤثر بوده تا این مرحله و بهتر نیز خواهد. سپاس بسیار از شما عزیزان، از همراهی شما عزیزان. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگاران خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.